نور تالله، ادیب و نویسنده الجزایری. شجاعت شیر صفتی شایسته برای مریم رجوی است. تظاهرات بازنشستگان فولاد اصفهان، اعتصاب کارکنان راهن بندرعباس و مرند و عجبشیر در استان آذربایجان شرقی، با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، توجهتون رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. صبح امروز صدها تن از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به بی‌توجهی کارگزاران دزد و غارتگر به مطالباتشان از جمله پایین بودن حقوقشان در خیابان‌های اصفهان تظاهرات کردند. حدیث گوشیتو نمی‌دید. این تظاهرات به رغم حضور نیروهای سرکوبگر رژیم و ماشین‌های ضد شورش صورت گرفت. خانم نور تالله، ادیب و نویسنده الجزایری، طی مقاله‌ای که در سایت الحوار المتمدن درج شده از جمله نوشت: مریم رجوی در شجاعت از بسیاری مردان گوی سبقت رو بوده و شجاعت شیر صفتی شایسته برای اوست. زنی که می‌رزمد، جهاد می‌کند، مبارزه می‌کند و با تمام جرأت و شهامت در مقابل ظلم و ظالم و رژیم فاشیستی ایران قد برافراشته است. وقتی که میگوییم مریم رجوی شجاعت دارد، به این دلیل است که از هیچ چیز بیم و باکی به خود راه نمیدهد، بلکه دشمنان از او میترسند. تا دنیا باقی است سلامت و شجاعت قرین تو باد ای بانوی رزمنده، زیرا کسانی که در پشت سرت قرار دارند از شجاعت تو شجاعت میگیرند و با شجاعتت این مسیر را به پایان می رسانند، تا آنگاه که ظالمان تسلیم شده و به نقطه بدون بازگشت برسند. کارکنان راهن مرند و عجبشیر در استان آذربایجان شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند و مسیر تردد قطار را مسدود کردند. طی روزهای گذشته کارگران راهن در شهرهای مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق اعتصاب کردند. کارکنان راهن در بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. کارگران اعلام کردند تا حقوق با آنها پرداخت نشود، کار را شروع نمی کنند. روزنامه حکومتی وطن امروز آشفتگی را از موقعیت و فعالیت مجاهدین در فرانسه نشان داد و نوشت: اظهارات مریم رجوی در پارلمان فرانسه و اذعان وی به اینکه او کانونهای شورشی در ایران به راه انداخته، آیا یک سند موجه درباره حمایت فرانسه از عوامل ایجاد ناامنی و ترور در ایران نیست؟ پس چرا وزارت خارجه و شخص ظریف در قبال این موارد متقن و قابل استفاده سکوت کرده است؟ ظریف دیگر چه چشم داشتی از اروپایی ها و فرانسوی ها دارد که حاضر نیست اسناد حمایت فرانسه از مجاهدین را در دست بگیرد و با استفاده از آنها برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات مظلوم کشورمان، اقدام کند؟ وزارت صنایع کابینه آخوند روحانی اعتراف کرد تولید انواع خودرو در بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 60% کاهش یافته است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، تعداد خودروهای تولید شده در این ماه کمتر از 60,000 دستگاه بود، در حالی که این رقم در سال گذشته به بالای 146,000 دستگاه می‌رسید. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.